به نام پروردگار هستی و جهان آفرین عرض سلام دارم حضور بینندگان نهایت عزیز برنامه هشت شب شام پنجشنبه نوبهار که از طریق شبکه جهانی امید 24 شما بیننده و شنونده هستید. آرزومند صحت و سلامت، آرزومند نیکبختی ها، آرزومند موفقیت ها و آرزومند سرسبزی ها و شکوهمندی ها و جشنوارگی های نوروزی هستیم و در پناه ایزد متعال باشین از اینجا تا افغانستان عزیز که برنامه های ما را تماشاگر هستین، ممت هستین و یار و همدیار هستین و همواره تأییدگر و نوازشگر برنامه ها هستین. برای ما افتخار است و ما شخصا و به نمایندگی از امید 24 مدیون احسان شما عزیزان، مدیون احسان معنوی شما عزیزان و پشتیبانی شما عزیزان هموطن از برنامه های امید 24 خانه و بهار هست، خواه تاریخ هست، خواه خانواده هست، خواه بیدل هست و خواه فلسفه هست و خواه رویدادهای روز هست. میبینم که چقدر پربیننده و چقدر تأثیرگذار و چقدر ممت و چقدر مؤثر و زودرس و اطلاع رسان در همه حالات و آنات این محیط و خصوصا جامعه تورنتوی ما امید 24 ادای رسالت میکنه. امی لحظه که ثبت برنامه در جریان هست، با تأسف تمام و تأثر تمام از نبود و سفر بی برگشت فرهنگی بسیار شناخته شده، عزیز و تلاشگر و انسانی که در همه کمیونیتی و در همه مجامع حضور گرمش، اشعارش، احساساتش، پشتیبانیش و نوع دوستیش و تندوستیش واقعا شهره بود، از فقید صفی الله گوهرزاد با خبر گشتم. بر علاوه رشته های مستحکم فرهنگی، دوست شخصی و خانوادگی عزیزان بود که واقعا متأثر شدم که غیر مترقب فقید گوهرزاد دیشب جان به جان آفرین، یعنی چهار شنبه یا سه شنبه شب جان به جان آفرین تسلیم کرد. روح و روانش شاد باشه و بازماندگان، به عزیزانش، به جگرگوشه هایش، به همسر عزیزش، به همه وابستگانش، به جامعه فرهنگی ما، به تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی این شهر که خاطره های نیک از فقید گوهرزاد داشتن، خانتره ها ماندگار است و ما همه روندگان هستیم و آنچه به جا میگذاریم خاطره های خوشی است که همچو گوهرزاد ها از خود به جا میمانند. روح و روان شاد باشه و امید 24 و همکاران عزیز در سوگ آقای گوهرزاد شدیداً متأثر و متعلم هستند. با شروع برنامه عرض بکنم که در قسمت اول یک گذرا یک نظر گذرا داریم به موضوعات برگزاری همایش نوروز در شهر تورنتوی کانادا که من تو در برنامه قبلی گفتم و مکس بر امی هست و بخشی از موضوعات روانی که بر شما وعده کرده بودم که جناب دکتر صاحب دانشور بر ما ارسال کردن و همواره لطف میکنن، هم بیننده هستن هم نظر دهنده هستن و موضوعات جالب پیرامون استرس برای ما فشارهای روانی روان کردن که بخشی از برنامه را به او اختصاص دادیم و بخش دیگر هم که بخش آخری باشه موضوعاتی که وعده سپرده بودم بر عزیزای ما که در بحث که سکولار که بحث داغ در همین شب و روز
در افغانستان است که آقای حکمتیار ایره دوباره بر سر زبانها باز آورده و کارهایی که بسنده هست او را کنار گذاشته و بر سر موضوعات سکولار و ای که آقای امرالله صالح را به حیث یک مرد سکولار بی دین و به اصطلاح دین عدم دین باور و انسان به مو الفاظی که خودش میتونه به استعمال بکنه در حق از او نبا جانبداری از آقای امرالله صالح که خود کلمه سکولار را آقای حکمتیار شاید آنچنانی که بسنده است آنچنانی که زیب یک محقق یک عالم یک کسی که در بخش دینی چندین کتاب مؤلف هست حیف امامت که همطور سرسری و سطحی به ایده از روشنفکرای افغانستان که در امی مقیاس و در امی باور و با عین دینداری با عین خداباوری شیوه های سکولار را پیش کردن خطاب کردن که در امی هم یک تعریف از سکولار خواد داشتم. در هفته که گذشت واقعا در یک روز همطور که گفتم سه نهاد محترم حتی چهار نهاد محترم در شهر تورنتو ما برگزاری نوروز، سال نو، میله گل نارنج برای ما جالب بود و تشکر میکنم از عزیزان مرغان پیوستون که دعوت کرده بودن و فرصت به ما میسر ساختن تا سخنان پیرامون محضر و مجلس عرض مرام بکنم، ادای دین بکنم. جمع غفیری از هموطنان ما در امی میله گل نارنج و سال نو تشریف آورده بودن، بسیار سبزینه های نوروزی هم در اونجا و مشاهده می رسید، اشعار زیبای پشتو اونجا دکلمه شد و شعرهای خوب پشتوی ما اونجا ادای دین کردن و در بخش پکرنگ بخشای شرقی تورنتو نهادهای سه نهاد دیگر تورنتو دست به هم داده بودن، نوروز را آذین بسته بودن با رقص و شادی و موسیقی و آواز و حضور گرم اعضای پارلمان کانادا در اونجا، حضور گرمشان و بیانیه هایشان بسیار جالب بود و عده کثیری از هموطنان ما هم از خواهران و برادران اونجا اشتراک کرده بودن. از اون نهادها هم یاد کرده قدردانی از زحماتشان و همطور جامعه محترم اسلامی در کانادا که واقعا اگر واقعیت بگوییم در شهر ما اسلام صلح‌خواهی را، اسلام هم نوعی را، اسلام روشنگری را جامعه اسلامی در طول سالیان توانسته از خود تبلور بده. واقعا اینجا احساس میکنین که یک اسلام صلح‌خواه، یک اسلام معتدل، یک اسلام همگیر و یک اسلامی که میتونه زن و مرد در زیر یک سقف در همایش‌های فرهنگی، در همایش‌های سیاسی، در همایش‌های نوروزی اشتراک بکنن، شعر بخوانن و گفته‌های چند اونجا هم داشتم و متذکر شدم که ای کاش جوامع دیگر اسلامی ما همطور کینه‌های نوروز خوش آیین را به کینه نگیرن و به سنگ عداوت ناگفته و ناسنجیده و بیخبر حواله نکنن و شرم از نام نوروز نکنن. مسجد جایگاه پروردگار، جایگاه امت، جایگاه تبادل نظر، جایگاه استحکام مودت و اخوت برادران مسلمان است، خواه این مسلمان نوروز باور است، خواه این مسلمان عید باور است، خواه این مسلمان میلاد باور است، خواه این مسلمان عاشورا باور است. ما همه باورها را جایگاهش باید
مساجد محترم امول لباس کرخت زمستانی خود را بعضی از مساجد باید از تن خود دور داشته باشند، باید همگیر و همه پذیر شوند. وقت توقع کمک مساعدت از هر کسی میکنند و نمیپرسند که تو آیا وقتی که $1,000 میتی اگر 5 وقت نماز به جماعت نمیایی باید $1,000 تو مسترد شوه. اگر او وقت که وقت کمک گرفتن و مساعدت است، پای محاسبه و پای پرسش و پای رد منظور نیست، پس چرا در این وقتی که عمو برادر میخواهد که احترام به عید شوه، احترام به نوروز شوه، احترام به باورهای شوه، احترام به فرهنگ شوه، احترام به سنت شوه، باید ایره هم جزء از وجیبه ها و جزء از تکالیف و جزء از رسالت های باورمندان مذهبی ما هست. تنها اینا در یک خط معین دستوری هدایت شده حرکت نباید بکنن. جامعه در شکوفایی است دیگه، این جامعه، جامعه عقب مانده های که در افغانستان رو همونطور نگه داشتن، این نه جامعه های شما یک ملا امامی که اینجا وعظ میکنه، باید این وعظش با وعظ کاپیسا و پکتیا و فاریاب و گرزیوان و قیصار و المار و به اصطلاح خوست و فرنگ و بدخشان و خاکریز و هلمند و اینجا فرق داشته باشه. این موعظه‌گر باید بدانه در کجا موعظه میکنم، در کجا حکم خوب و خراب و باطل و افضل و اکمل میتونم و در کجا مهر کفر بر شانه های مردم میگذارم، در کجا از چی صرف میزنم و در کدام موقف زمانی استاده استم و در کجای تاریخ ما به اصطلاح موعظه میکنم، ایره باید بدانه. اگر چار شنونده بنابر مصلحت، بنابر حجب و حیای حضور، بنابر سنت های بسیار پوسیده نمیتانه و جرأت نمیکنه که بگوید که چی راست است چی دروغ است، این دال بر از این نیست که او شنونده هم آگاهی کامل از اوضاع نداره، آگاهی از چگونگی موضوع نداره، آگاهی از خیر و شر نداره، آگاهی از سنت و فرض و از کفر و اسلام نداره. همه دارن، ولی روز میرسه که باز یده قد علم میکنن و جرأت رستخیزی را، جرأت از این را پیدا میکنن که پیش از این که پشت یک امام اقامت بگوین باید از شهرت امام با خبر باشن که امام خود با کدام صفات متصف است و با کدام اخلاق به اصطلاح شهره است که باید من پشت سرش اقامه نماز بکنم. جامعه اسلامی نوروز را با همو خان هفت‌سینش و بسیار شکیبایی، با همو روحیه اسلامی و انسانی و افغانیش جشن گرفتن و شعرهای ما اونجا شعر خواندن و پیشینه های نوروز اونجا از طرف استادان بسیار مشهور دانشگاه و خبره و کاراگاه تشریح شد. این میرسانه که ما باید پوسته های تعصب، پوسته های تبعیض، پوسته های تمامیت خواهی، پوسته های عقل ها و برداشت های کاذب را دور بیندازیم. اگر در افغانستان یک عامی، یک کم سواد، یک بی سواد، یک بی خبر از تاریخ و بی خبر از فرهنگ در قسمت عرف ما و عنعنات ما و سنت های ما و فرهنگ تاریخی ما یکم تعلل میکنه و تجاهل میکنه، شاید حقش باشه. ولی یک کسی که انسان اکادمیک هست، استاد دانشگاه بوده
و مغز متفکر دوم جهان قلمداد میشه و رئیس جمهور مصلحتی مشورتی تفاهمی امریکا در افغانستان است. از او بعید است که وقتی میره در بلخ، وقتی میره در مولد و جایگاه و تولدگاه و زایشگاه و دانشگاه نوروز و دانشگاه و پرورشگاه فرهنگ باستانی از نام بردن بلخ شرم میکنه، از نام بردن نوروز ابا میورزه و حیفش میآید که یک دفعه در امین نوروز، در امو جایگاه، در امو جا که مرقد مولانای بزرگ خداوندگار بلخ و معلم و مربی دین و دیانت و اخلاق و معنویت در اونجا افتخار آفریده، حیف نامد که رئیس جمهور یک بار یک اشاره به یک فرد از مثنوی میکرد و افتخار به بلخ میکرد. بلخ تنها به شمال تعلق ندارد. اگر شما عمدن و آگاهانه بلخ را از کابل و بلخ را از خوست و بلخ را از قندهار جدا میبینین، پس این تقصیر شما هست و این تمامیت خواهی شما هست و این عقل نازای شما هست که شما بلخ را از افغانستان اگر قلمداد نمی کنین. شما اگر در برافراشتن جهنده حضرت علی سخنرانی دارین، باید اول جایگاه بلخ در اونجا، جایگاه ام البلاد در اونجا و جایگاه حجت الاسلام هایی که پدر مولانا ها بود اونجا، دقیقی ها بود اونجا، رابعه ها بود اونجا، شما بنابر کدام مصلحت، بنابر کدام خجلت تاریخی شما نام نمیبرین گویا بلخ هم به ایران تعلق داره؟ شما میخواین نوروز را مال ایران بدانین؟ شرم بر کسایی که همچو آقای رئیس جمهور که در یکی از خطابه ها تلویحاً گفت که دری از ماست و فارسی از ایران، شرم نکردین از اسناد دانشگاهیتان؟ شرم نکردین از قرائت فارسی که فقید آصف مائل نوشته کرده بود؟ او روز کجا بود دری؟ آیا شرم نداره اونایی که فرق بین حافظ و شعر حافظ و مولانا را نه در قرائت، نه در خوانش، نه در گرامر، نه در دستور زبان هیچ فرقی نمیبینه؟ چه فرق میکنه؟ حافظ از جغرافیای ایران ولی مولانا از جغرافیای افغانستان و رودکی سمرقندی از جغرافیای تاجیکستان یا بخارا. آیا این افتخار ضرور نیست که یک افتخار محسوب شود تا این که این جدا قلمداد بکنیم؟ و ایده که فهم تاریخی ندارن، و ایده که فهم تاریخی و زبانی ندارن، و ایده که فهم همدیگر پذیری و همگرایی ندارن، برای تبل نادانی باز میکوبن و باز گپ رئیس جمهور نشخار میکنن و باز امو گپ آقای منگل والی هلمند که به اثر امر از او یک جوان پرشور، یک جوان پرآوازه، یک جوانی که میخواست در آینده افغانستان یک جوان باشه، او را از تلویزیون طلوع فردایش سلب صلاحیت میکنن. مگر سیاوش ها دیگر نمی رویه؟ مگر سیاوش ها بار دیگر قد علم نمی کنه؟ شما می بینین هر قدر که این نوزت ها را سر بزنین، نوزت های دیگر جوانه می زنه. هر قدر این مقاومت ها را محکوم بکنین، منکوب بکنین و این حرکت ها، این رستخیزی ها دوباره جان می گیره. مردم جرأت پیدا می کنه. مردم از لابلای تاریخ جعل تاریخ را میکشن. مردم از لابلای تاریخ
جعل غازی ها و قهرمان ها و سردار ها و بابا ها را میکشن. آیا فرصتی از این نرسیده که با خود بیاییم؟ تا وقتی این خطهای تفریق، میارها و ملاکهای قضاوتهای ما باشه، ما به همدیگر امو روزها هم در نوروز هم گفتیم ما نمیرسیم. تا وقتی باور به گل ارغوان پروان و لاله مزار و بلخ و نرگس ننگرهار و انار عقیقین قده قندهار نشه و تا وقتی که به گل زردالوی هزارستان یا هزارجات امروز نشه، ما هیچ وقت به این باورها و به این شعارهای کاذب برادری و برابری و همزیستی و اتحاد و وحدت ملی دروغین تاریخی که صرف بر پوشش‌های قومی خود از او استفاده کردیم، بر مرتبت‌های سیاسی خود، بر جایگاه‌های قدرت قومی و تباری خود از او استفاده بردیم، ای خواه هر قوم باشه، دیگر او روزگار به زبالدان تاریخ رفته. امروز میبینین که جرأت‌ها ولو سرکوب شون، ولو نهضت‌ها متلاشی شون، ولو انتحاری‌ها در بین حرکت‌های صلح‌خواهی جاگزین شون، ولو قربانی‌ها بیشمار باشن، ولی صدای حقانیت تاریخ در دهلیز زمان گامهایش فشرده و سنگین یکی بعد دیگر صداهای شنیده میشه. او گوشهایی که به اصطلاح کرستن باید گوش دیگر بخرن، باید گوشهای درازی که ناشنیده هست او را بفروشن، از بازار زمان، از بازار عصر، از بازار اینجایی، از بازار که غیر از متاع نو، این متاع کهنه نیست، این متاع کهنه خریره دیگه بازارش گذشته، نوفروشانیم و این بازار ماست. دیگر از کهنه گرایی ها روز تا روز قد علم میکنه جوانهای نو، دیگر لباس های فرسوده تباری و قومی روز تا روز دریده میشه، دیگر هر کی از خود میخواه که اونمو هویت هایی که در طول تاریخ پامال شده، نادیده گرفته شده، امو صداهایی که خفه شده و امو کسایی که زبانش، خودش، هویتش به زیر سوال رفته و محکوم شده، اونا امروز وقت و فرصت نفس کشیدن دوباره را پیدا کردن، اگر امروز نه فردای دیگر. ای سلحشوری، ای رستخیزی، یخنگیر اونایی هست که در رأس امور قرار میگیرن، تبلور وحدت میکنن، تبلور زعامت میکنن و ادعای رسالت میکنن و پای رسالتشان، پای زعامتشان و پای درایتشان در باز موقع آنچنان تفلانه به زمین میخوره و آنچنان بیباکانه و آنچنان لجوجانه بر موقفهای دروغین پافشاری میکنه که تو گویی که طفل ابجدخان دیروز سیاستمدار امروز گشته باشه. ما فقط امی عرض مرام بود که واقعا ما باید با خود آمده باشیم، ما باید فصل دیگر تاریخ را باید ورق زده باشیم، باید او کتابی که فرسوده بود و در تاقچه های نسیان رفته بود او را دوباره بازخوانی بکنیم و اوراق کهنه دروغین از او را به زبالدان تاریخ بگذاریم تا ما به هم برسیم. وسط ها، شگاف ها، تفریق ها، فاصله ها، امینای بود که در طول تاریخ نگذاشت ما به هم برسیم. حال با برداشتن این موانع امیدوار هستم هم از جهت فرهنگی، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت تاریخی و هم از جهت مذهبی ما با همدیگر بدون واسطه، بدون ذریعه، بدون حائل و بدون کسی که ما را کسی به جای معرفی بکنه، خود معرف شخصیت خود،
هویت خود و تاریخ خود خود ما در قبال مکلفیت‌های انسانی و ایمانی و وجدانی خود بگردیم. با یک وقفه کوتاه میریم به سراغ بخش دوم و فراورده‌ها و گرد آورده‌های بخش دوم. با سلام مجدد حضور شما بینندگان عزیزی که پی گرفتین برنامه نوبهار را، ممنون و مشکور از لطف دیداری شما. با گفته حضرت بیدل که خاموش نفسم شوخی آهنگ من این است، خاموش نفسم شوخی آهنگ من این است، سرجوش بهار ادبم رنگ من این است، نی ذوق هنر دارم و نی محو کمالم، مجنون تو ام دانش و فرهنگ من این است. اما طور که حضور شما عرض کردم، جوامعی که تازه به اصطلاح بار اقامت خود را به جوامع تازه و به جوامع نو و محیط های ناشناخته میگذارن، با موانی عدیده، با ناآشنایی های کامل بر میخورن و به اصطلاح وارسی به حالات و کنترل کردن از این حالات و شناسایی مشکلات و بیرون رفتن از این چالش ها یک تجربه کافی، یک علم کافی، یک باخبری از چگونگی پیش آمد رویدادها که چگونه در مقابل رویدادها ما آمادگی داشته باشیم، چگونه در مقابل رویدادها ما مقاومت و استادگی داشته باشیم تا خدای نخواسته اولین ضربه هایی که میخوره ضربه های روانی ماست و ضربه هایی است که ما از نگاه روان ضربه میخوریم. پیش از این که از نگاه فیزیکی و جسمی ناتوان شویم، ما میریم و از نگاه روانی یکمیگک ضعیف میشیم. وقتی روان ما ضعیف شد، ما دستخوش یک سلسله استراب ها میشیم، ما سرخوش یک سلسله استرس ها میشیم که این پیمانه های اول دومی از این هم خطر آفرین است و هشدار دهنده است و وقتی به پله های بالا میرسیم خطرش بسیار زیادتر حیاتی میشه. دکتر صاحب دانشور که همونطور که برای شما عرض کردم شخصیت بزرگوار خدمتگزاری اجتماع همواره بودند و مدت های مدید ریاست محترم اتحادیه افغان ها را داشتن، در پهلو از یک دکتر مجرب طب هم هستند. برای من یک فشرده، یک رهنمود درباره استرس روان کردن. با یقین شما با امی کاوش های امروز دمی سایت ها وقتی که در گوگل سرچ بکنین در هر زبانی که باشه شما را معلومات کافی در مورد استرس میده. این که استرس چی هست میگن، دکتر صاحب نوشته میکنه که استرس یا امو زجر روحی یا امو فشار عصبی را میگن که ناشی از عوامل محیطی است که بالای سیستم عصبی فشار وارد میکنه و این بیماری در نزد طبقه جوان، میان سالها و بزرگ سالها زیادتر دیده میشه. بنابر احصایه هایی که گرفته شده، طبقات بانوان ما یا طبقای اناس ما، خانم ها زیادتر به می ضربه های روانی زیادتر مبتلا میشن که بنابر امو عادات ماهوار است، بارداری است و امی منوپازی که میگن زمینی استرس زیادتر میکنن. استرس نه جنون است، استرس نه خلل دماغ است، استرس نه خدای نخواسته موضوعات تکلیف عصبی است. استرس یک حالت روانی است که وارد میشه بدون از اینکه شما آگاهی داشته باشین، یک اضطراب بر شما خلق میکنه.
علل و عوامل استرس در بین طبقه جوانان کار زیاد است، ارتباطات خراب یا ارتباطات بسیار ناهمگون ناهمسان فامیلی هست، بعضی ازدواج های پیش از وقت یا ازدواج هایی که بد مراد یک طرف به اصطلاح برابر نباشه و مریضی ها هست و روابط اجتماعی ناسالم و پرابلم اقتصادی و بعض مسائل که یک زخم های روانی را تولید میکنن، خود اجتماع نوعی از فروکش میکنه بعض استرس ها با حالات اجتماعی با روابط اجتماعی و روابط اگر سالم باشه که اینجا دکتر صاحب تایید میکنه بر روابط ناسالم اجتماعی، اگر شما برخوردتان با اجتماع ناسالم هست و شما فرمول برآمد فرمول مقابل شدن با چالش های اجتماعی و مشکلات اجتماعی را در خود نداشته باشین، آمادگی نداشته باشین، باز مسائل برای خود شما اجتماع هم برای شما استرزا می باشه و تکلیف و استراب زیاد خلق می کنه. شما در یک اجتماع میرین، یک کسی مخالف نظرتان در یک بحث سیاسی نظر میده، شما زیر رنگ میبرین و از این عقده میگیرین، از این تکلیف هر عمر روز تمام شما رنگ میبرین که چرا یک کسی مخالف سخن شما یک کمی گفته، یک کسی شما را متهم کرده به یک امری که او را نکردین، در یک اجتماع کسی برای شما احترام قائل نشده، شما یک نوع تشویش کردین، این همی خودش نوع استرس است و شما را میتونه که فشار خون شما را بالا ببره، میتونه اگر شکر باشه شکر شما را صدمه بزنه و حالات شما را دگرگون بسازه، تغییرات در رنگتان احساس شوه و وقت خانه میایین مراوده های فامیلی شما را صدمه بزنه. در سنین میانسال استرس زیادتر از سبب تغییرات در ارتباطات زوجی، پرابلم والدین با اولادها، از دست دادن قوت جسمانی، مشکلات اقتصادی می باشد که اگر تحت معالجه درست واقع نشود شخص حالت تهیجی را، امی حالتهای هیجانی را و عصبانی را، پرخاشگری را به خود می گیرند و بر هیجان می آیند و زودتر در مسائل بسیار با تهیج، با عصبانیت، با هیجان حمله میکنن و حالت تهاجمی را به خود میگیرن، بناهن و به طرف یک انحطاط روحی، این مرحله میره به طرف یک انحطاط روحی که اون منجر به دیپرس میشه، یعنی دیپرشن حالت بعدیش است که حالت خطرناک یک انحطاط روحی هست که او باز باید دکتر معالج. استرس بعضی اوقات شدت کمی را دارا می باشد، حالان که در نزد شخص دیگر ممکن است تعادل روحیش را مختل بسازد. در بعضی کسا استرس ها یک حالت تعادل هم میتونن، اما که پیشتر گفتم که اینا بر خود، بر روان خود و بر اعصاب خود کنترل دارن، استرس هم میتونن بسیار جدی نگیرن، ولی در بعضی کسا همی تعادل روحی مختل میشه، تعادل روحی برهم میخوره و بعضی اشخاص ممکن است در مقابل استرس یعنی فشار عصبی مقاومت نشان دهن و گروه دیگر به یک بیماری روانی مبتلا شوند. شما عده‌ای را دیده باشین، از نگاه جسمانی کامل هستند، مسائل فیزیکی بسیار تنومند هستند، ولی از نگاه روانی حرف و سخنش اول و آخر نداره، جملاتش ناتکمیل میمانه و زیادتر کوشش میکنه که حرف دیگرها را ببره و زیادتر کوشش میکنه سر عقاید خود پافشاری بکنه و زیادتر زود برآشفته میشه و در همه جای از همه کس به اصطلاح با دلیل یا بی دلیل گلمند هسته و از دیدهای منفی زیادتر تاثیر داره. استرس عوامل و علل گوناگون داره، از دست دادن یا مرگ یک تن از اعضای فامیل، مشکلات اقتصادی، مرگ همسر، طلاق، جدایی از همسر، زندانی شدن، بیماری، ازدواج نامطلوب، اخراج از کار، حاملگی، تغییر شغل، اضافه شدن عضو جدید به خانواده، جنگ و جدال با همسر،
قرضداری ها، تغییر محل زندگی، تغییر مدرسه، تشویش های خواب، تغییر در عادات خواب و تغییر در عادات غذایی، امر، کار و کارفرما و توهین و تحقیر از طرف کارفرما، به حساب همه ما و شما مخصوصا در حالت مهاجرت کم و بیش با امی استرس ها روبرو هستیم. بعضی ها مقاومت میکنن اما گروه دیگر تحت امی فشارهای عصبی مقاومت کردن نمیتونن، نوع وسواسی و خشمگین و افسرده حال و در عین حالت در نهایتش که او حالت خطرناکش است که حالت اختلال عصبی رخ میده که ما شما در افغانستان به شکل بیمار دیوانه او را تلقی میکردیم که باز او وقت باید برحذر بود و احتیاط کرد از این و مریض ها. اعراض و علائم استرس همونطور گفتیم بدن از فعالیت دو دستگاه عصبی و هورمونی خود کمک میگیره، عبارتند از تندی ضربان قلب است و بعضا در سینه یا صدر ازدیاد تعداد تنفس، تشویش بی‌نظمی دستگاه هاضمه، بروز بعض قبضیت ها، اسهال ها و از اینکه ترشح تیزاب معده زیاد میشه، چانس تولید زخم معده در نزد همچو اشخاص. وقتی من از دوستا زیاد پرسان میکنم که دکتر صاحب به ما هم شاید امی موضوعات خود تیزاب معده که من شخصا خود با مزی رنگ میبرم، شاید یکی از امی علتهایی باشه که خود استرس در جامعه افغانی ما 80% دوستایی را که پرسان میکنم به نوعی از سوی هاضمه یا موضوع امی ترشح تیزاب ها اسید دوچار هستن و هر جایی که میرم یک کسی پیش از نان یک تمز و یک چیز از ضد تیزاب هم میخورن. اینجاست که معلوم میشه که ما همه در نوع استرسی که خود ما نمیفهمیم ولی نوع استرس هست که این تیزاب ترشح میکنه و ما وقت و ناوقت فکر میکنیم این از نوع خرابی میده یا بدهاضمگی یا بدخوری، ولی موضوعات دیگر نهانی و دشمن پنهانی از این امو استرس است که این تیزاب میده را ترشح میکنه. و همین تپش ضربان قلب و فشار رفتن بالا و یگان قفسه های سینه که تنگ نیه و در افغانستان میگفتن که دلم تنگ شده و دلم تنگ آمده، این تنگی دل دیگه چیزی نیست، دل تنگ نمیشه، در قفسه سینه استراب بالا میره و قفسه سینه جای برای تنفس تنگ میشه. اونموس که یک نوع میگن که من در خود یک دلتنگی احساس میکنم و یک گرفتگی احساس میکنم. امی گرفتگی ها که علتش امروز یا مدیروز هم دکتر اعصاب میفهمید امی دلتنگی ها بوده. و عرق نمودن، مخصوصا عرق سرد، بیخوابی، خستگی مزمن، دلبدی ها، تکرار ادرار، سرگنگسی ها، اختلال حافظه، بیقراری ها، گرفتگی عضلات، دردهای عضله، کاهش طرز تفکر نیز از عرایز و علائم استرس می باشه. حالی که می بینم که زیاد در جامعه ما زیاد به استرس، به اصطلاح جامعه استرس زا هستیم، چرا هر جایی که شما برین نوعا از آشفتگی را می بینین، نوعی از برافروختگی را می بینین، نوعی از آزردگی را می بینین، به خروارها گلمندی را می بینین و بگو مگوهای که چرا ایتو شد، چرا ای، کلش تأثیرات نوع استرس هسته که دکترای مجرب ما را که تازه جوانای ما که امروز در طبابت دست بالا و لیسانس گرفتن اینا خوبتر میفهمن. کاش ما یک با امید خدا که جوانای ما زودتر به حیث یک روانشناس که حتما هست یک کسی را می داشتیم که از نگاه روانی یک ذره ما را زیر به اصطلاح تلسکوپ علم خود می گرفت که ما از نگاه روانی جامعه در کدام حالت قرار داره، ما چرا اینطور هستیم، بدبینی ها، کینه ها، کینه توزی ها، کلش مسائل بوده که و امی که به طرف دیپرست یا انحطاط روحی میریم، امی دپرشن هم خودش حالتهای بسیار خطرناک است و خاصتا دوای ضد دپرشن خطرناکتر از
دپرشن است که دکترای معالج ما میفهمن. ما با می تجربه که از اکثر دوستای داریم، اکثر کسا را خود دوای دپرشن به اصطلاح جان گرفته از اونا، چون دوای دپرشن حالتهای خطرناک دیگر هم داره که باید دکتر معالج ای را به خانواده توصیه بکنه که وقتی که دوا را میگیره چه حالتهای به مریض رخ میده، و بعضا تصمیمهای بسیار خطرناک در حالت دوای دپرشن است که تا که به مو حد میرسه که باز کارگر واقع میشه. استرس جزء جدا ناپذیر از زندگی انسان است. به خود فرو رفتن و حالت تجرید اختیار کردن به شدت مرض می افزاید. اکثر دوستا زیادتر که ما وقتی صحبت میکنم میگه بلا ما آل گوشگیر شدیم، آل خسته شدیم، آل امی اجتماع مرا خسته ساخته، امی مردم خستگی، با این مردم دیگه گزاره نمیشه، اینا را دیگه گپایشان شنیده نمیشه، در محالت خانه استم و در خانه خود گرفتیم و دیگه نمیخوایم که بیرو برایم و یا کتاب میخوانیم یک ساعت به اصطلاح قدم میزنم. اینمی حالت انزوا به خود فرو رفتن و حالت تجری جدایی اختیار کردن، این مرض دگام شدت میده و این به طرف خطرناک میبره. بهتر است که زندگی اجتماعی را پیشه بکنیم و یکم مسافرت بکنیم، گشت و گذار بکنیم، سپورت، فعالیت جسمانی. بیننده های عزیز، ما در این بخش سپورت و فعالیت های جسمانی، من یک تجربه شخصی خود بر شما میگم. حدود 20 سال، 25 سال، 20 سال هست که من خودم به می سن و سال هفته 3 روز برای تشویق شما عزیزان بزرگ سال میگم، و خاصتا جوانانی که واقعا تنبلی و کاهلی بیشه میکنن و کارام میکنن و وقت ندارن که یک ساعت نیم ساعت برن به یک باشگاه سپورتی یا در یک جم یک ساعت بتپن، من منظم هفته 3 بار میرم جم میرم و خانم صاحبم همراه من هست و میرم و هر دوی ما سپورت خودم میکنیم و ما اوبازی میکنم. اتو فکر نکنین که چرا خانم تو اوبازی نمیکنه، من قدر موضوعات سختگیر نیستم، خودش که نخواهد من اصرار نمیکنم، ولی علاقه داره. بناهن شما شنا بکنین، اوبازی بکنین، هفته 3 روز وقتتان را، روز 1 دلار صرفه بکنین، ما 30 دلار میشه یا 40 دلار، اما پیسی سگرت میشه، اما پیسه یک شاید یک مشروب شود، زیادتر کمتر برین به جم و وقتتان را صرف کنین. صبح وقتایی که میخیزین بهترین فرصت است، پیش از کار یا بعد از کار، یک سونای داغ، یک وایرپول بسیار داغ استرس شما را به کلی برطرف میکنه. و شما این به سن بالا و سن پایین مربوط نیست، باور میکنین وقتی خودم از جم مبرایم یک نشاط خاص، پیش از جم یک خستگی تمام، یک ذره آدم گشتنده هستم، آدم بسیار در مجالس خوش دارم برای از اینکه استرس ما کاهش میده. یک محفل، یک مجلس استرس نیست برای من، استرس کاهش میده. میرم و از چونمو خستگی های شبانه روزی میباشه، صبح با امی سپورت و با امی جم و با امی یک سونای داغ، من دوباره به اصطلاح دوباره تازه میشیم، یک ریفرش، و فکر میکنم تازه از سر جوان شدیم. بنابراین توصیه ما به حیث یک موسفید بر شما، به حیث یک برادر بزرگ و بر شما ایست که به حیث کسایی که از ما بزرگتر هستن، قدم بزنین روز 1 ساعت و برین به جم اگر توانمندی جم دارین. برای ازی که حالا میبینین که دکتر صاحب خانیش آباد معلومات را فراهم کرده که با کشنده استرس صحبت کردن با دوستایتان، یک ساعت از هر چیزی که شما رو رنگ به اصطلاح بستش کنین، اگر کتاب، اگر فیسبوک، اگر یک مطالعه، یک مضمون، یک حالات افغانستان، تلویزیون، چاره کردن نمیتونین، فقط سویچ خاموش کنین، یک ساعت پیاده بگردین، یک هوای بعد از این هوای بهاری است. کانادای ما در بهار واقعا خلد برین میشه، یک مشامتان با یک عطر تازه بهاری معطر بسازین و نفس های عمیق بکشین،
در غیر از او، همونطور که دکتر صاحب گفت که ما در مهاجرت پر از استرس است، اینجا فشارهای عصبی هست، فشارهای اقتصادی هست، مارگج خانه هست، اگر همسر هستین از نگاه شوهر مشکل دارین، اگر شوهر هستین بعضی بگو مگوهای همسر هست، مسائل تربیه اولاد هست، شما این به جم ببرین، به بازی ببرین، به کورسای مختلف لسان ببرین، به کورسای تابستانی و زمستانی ببرین، با وقت و ناوقت به مکتبش وارسی کنین، کارهای خانگیش کمک بکنین، این کلش استرس است و این جز وظیفه هست و باید مارگج خانه رو پورا بکنین و سیالی و شریکی هم داشته باشین، مسائل خوشی و ماتم عزیزان هم شرکت بکنین. این همگی از این بار استرس است. در همین فروانی که از شرق به غرب شما میرین با همین ازدحام ترافیک، خود از این استرس هاسته، خود از این باعث استرس هسته، چی برسین به این که شما در اوجه به هم یک تلفن خراب هم در عین راه پیدا بکنین. به یک موزیک آرام بشنوین، خواه موزیک ایرانی، افغانی، عربی، امریکایی، هر موزیک رک لذت میبرین، در موتر بانین و از اون موزیک لذت ببرین. با دوست هم سفر بودم در تا نیویورک، نماز صبح ادا شد تا یک ساعت پاره های قرآن تلاوت میشد در موتر، واقعا لذت بردیم از هر چیزی که لذت میبرین، از یک پاره قرآن در صبحگاهی، یک نوای ملکوتی شما رو آرامش میده، فرق نمیکنه. شما از امو آرامشتانه از امو نوای ملکوتی ایمانی بگیرین، اما هم یک آرامش است. یک موسیقی را میشنوین، اما هم یک آرامش است. بناهن استرس ها را کاهش بدین و استرس ها را امو درجه هایش پیش از این که به دپرشن برسه و دپرس شوه، به حالت های دیوانگی منجر شوه، علتش اینمیست که پایه های اولش امیا که دکتر صاحب محترم دانشور برشمردن. و ما امیدوار هستم تانسته باشم بخشی از این معلومات را، چون آدم مسلکی نیستم، ما از این مسلک دکتر صاحب استفاده بردم. تشکر از دکتر صاحب دانشور، امیدوار هستم همواره همکار ما باشن مثل از این تمام دوستا. در هر بحثی که خبره هستین برای ما انگلیسی، پشتو، فارسی نوشته بکنین، ما ترجمه میکنیم و ما اکثر معلومات ها را از طریق فیسبوک، من زیادترین استفاده را از فیسبوک میکنم، شاید برای بسیاری کسا قابل استفاده نباشه، من بسیاری استفاده را از گوگل و از فیسبوک میکنم که موضوعات تازه روز از طرف محققین و کاوشگرها میایه و او را من فرهم میکنم و میایم اونجا حضور شما، فقط یک قرائت کننده هستم، یک تنظیم کننده هستم و خود من هم از این بهره میبرم. به امید صحت، سلامت و سعادت شما و به امید روزگار سبز و خرم شما و مای حمل شما از اینجا تا افغانستان عزیز و صلح و صلح شکننده، که امیدوار هستم که یک روز این رویا به یک حقیقت تبدیل شود. شما همه را به خداوند لایزال مسپارم. شاد و مسعود باشید.